سلام یوتیوب و دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. موضوعی که واسه ویدیو این هفته در نظر گرفتم اینه که چجوری به 100 تا سابسکرایبر اول برسیم، چون خودم به تازگی به 100 تا سابسکرایبر اول رسیدم، هرچند این روند برای من خیلی کند بود، اما نکاتی وجود داره که میدونم اگر بهتون بگم میتونید باهاش بهتره کنید. اگر من نمیشناسید، من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید بچه ها، اینجوری من رو خیلی حمایت میکنید. زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید. حالا بریم سراغ این که ببینیم چجوری به 100 تا سابسکرایبر اول برسیم. شاید این موضوع خیلی تکراری باشه، خیلی ها یوتیوبرهای ایرانی، یوتیوبرهای خارجی در مورد این موضوع ویدیو ساختن که چجوری به 100 تا سابسکرایبر اول برسیم. بچه اول بریم سراغ این که بهتون بگم که چرا این اهمیت داره. شما برای این که بتونید لینک چنل خودتون رو ادیت بکنید، اسم چنل خودتون رو توی لینک چنلتون بگنجونید، باید حداقل 100 تا سابسکرایبر روی چنلتون داشته باشید. اما خب این چرا اهمیت داره؟ لینک چنل شما، اون لینکی که خود یوتیوب به چنل شما اختصاص میده، یه سری حروف درهم برهمه که خب اگر بخواید این رو تو سوشیال مدیا جای شیرش بکنید، خیلی اون اعتبار لازم رو نداره، اون اعتبار لازم رو به شما نمیده. بعد شما ناگزیرید که این لینک رو ادیت بکنید، اسم چنلتون رو توش بگنجونید و خب از اون لینک چنل توی شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنید. خب به خاطرش باید 100 تا سابسکرایبر داشته باشید. این روند توی یوتیوب خیلی کند پیش میره. یکی از مزایای خوب یوتیوب اینه که شما باید روی این پلتفرم به استمرار کار بکنید و دیده بشید و به واسطه اینکه دیده میشید و اون ویدیوتون جذابیت داره بیشتر پیشنهاد بشید و به واسطه بیشتر پیشنهاد شدن بیشتر سابسکرایبر بگیرید. اما نکاتی هم وجود داره که من احساس کردم که خیلی گفته نشده و از اونجایی که خودم خیلی سخت به 100 تا سابسکرایبر اول رسیدم به خاطر خوب اشتباهاتی هم که داشتم، گفتم حتما یه ویدیو در موردش بسازم واسه بچه‌هایی که خب تازه کارتر از منن، چون من خودم هم بچه تازه کارم و باعث این کند پیش رفتن و دیر سابسکرایبر گرفتن باعث دلسردیشون نشه و اگر باعث دلسردیش شد دلیلش رو بدونن، چون من دوست دارم که دلیلش رو با جزئیات توی این ویدیو بگم. ببینید بچه ها، اولین کاری که باید انجام بدید اینه که محتوایی که تولید میکنید، موضوع محتوا محتوای جالبی باشه، موضوع جالبی باشه. نکته دومی که باید رعایت بکنید اینکه اون موضوع محتوای جالب رو حیف و میلش نکنید. یعنی این موضوع محتوای جالب چجوری حیف و میل میشه؟ با یه ارائه بد. اگر ارائهتون ارائه جذابی نباشه، اگر ارائهتون ارائه با انرژی نباشه، یه جورایی ویدیو شما دیده نمیشه. یعنی این دوتا هر دوتاش باید کنار هم دیگه باشن. و اینکه شما خیلی شانس ندارید وقتی که خب تازه کار هستید، خیلی شانس اینو ندارید که ویدیو شما توسط یوتیوب پیشنهاد بشه و خیلی پیشنهاد بشه. شانس خیلی کمی دارید و خب باید تقریبا توی 30 ثانیه اول، توی 1 دقیقه اول، اگر خیلی خوش شانس باشید و مخاطباتون مخاطب‌های صبوری باشن، نهایتاً توی 2 دقیقه اول شما اصطلاحاً باید مخاطب‌های خودتون رو، آدینس خودتون رو هوک کنید. یعنی قلابتون رو یه جوری بهشون بندازید و گیر بکنه تا اونا رو تا آخر ویدیوتون نگه دارید. تقریباً تا آخر ویدیوتون نگه دارید. این که میگم تقریباً بچه‌ها، به خاطر اینه که خب هر کسی تا آخر ویدیو شما نگاه نمی‌کنه. مثل سینما نیست که تیکت گرفته باشه بیاد از ثانیه اول که رو صندلی میشینه نگاه بکنه تا لحظه‌ای که تیتراژ میاد. نه، اینجوری نیستش. تقریبا بین 30 تا 50 درصد ویدیوها توی یوتیوب دیده میشن. خیلی کم پیش میاد که یه ویدیو تو آخر دیده بشه. بنابراین بدونید که باید ویدیوتون توی دقایق اولش کاملا جذاب باشه و مخاطب بدونه برای چی پای ویدیوی شما نشسته و ویدیوی شما قراره که چه چیزی بهش آموزش بده، چجوری براش سرگرم کننده باشه، یا اینکه بهتره بگم چجوری به قول معروف ویدیوی شما مخاطب رو پای مانیتورش میخکوب کنه.
اما یه موضوع دیگه هم وجود داره، اونم این که حتما باید نیش مارکت خودتون رو مشخص کرده باشید. تمام ویدیوهایی که بچه توی از یوتیوب ببینید توسط یوتیوبرهای خارجی ساخته شده خیلی به این موضوع تاکید میکنن، این که تایتل چنل شما مشخص باشه، مخاطبای شما بدونن در مورد چی میخواید صحبت بکنید و چنل شما درباره چیه. این خیلی کمک میکنه که اگر چنل شما، موضوع چنل شما برای اونها جذاب بود، بیان و چنل شما رو سابسکرایب بکنن تا ویدیوهای بعدی شما رو ببینن. نمیتونن سابسکرایب نکنن و هر بار اگر میخوان از شما ویدیویی ببینن برن ویدیو شما رو سرچ بکنن، چون شما تازه کارید، سرچ هم نمیشید، خیلی توی در واقع نتایج سرچ توی یوتیوب بالا قرار نمیگیرید، پس نمیتونه هر بار شما رو سرچ کنه، یا اینکه به قول معروف اونقدر پیشنهاد نمیشید که هر بار بتونه شما راحت پیدا بکنه ویدیوهاتون رو ببینه و ناگزیر میشن که چنل شما رو سابسکرایب بکنن. پس اینکه تایتل چنلتون هم مشخص باشه و مخاطباتون بدونن که شما تقریبا توی چه حوزه‌ای فعالیت میکنید، اگر چنلتون در مورد سرگرمی هستش کاملا این مشخص باشه. اما در مورد خودم، اینکه خب چرا رشد چنلم کم بود، تقریبا تو 3 ماه اخیر روزی یه دونه سابسکرایبر گرفتم و این خیلی کند بود، نکاتی بود که من رعایت نمی‌کردم، در موردشون اشتباه کردم و باید اعتراف بکنم. اولیش تنبلی بود که من استمرار لازم رو نداشتم، تقریبا هر هفته ویدیو ندادم و رسید به 10 روز و 15 روز. یکی از عوامل شکست چنل من بود و اینکه خب روشش کند شدش. نکته دوم این که من یکم جدی بودم و این جدیت در حوصله مخاطبین یوتیوب نمی گنجه. دلیلش هم اینه که تمام مخاطب ها توی یوتیوب یه جوری کم سن و سالن، تینیجرن، توی بهترین حالت برای من آدینس هم بین 18 تا 24 سال بودش که خب یه جوری حوصله‌شون کمه و اینجوری نیستش که بتونید بنشونیدشون پایه محتوای آموزشی سنگین. هرچی بیشتر برید به سمت سرگرمی بیشتر موفق تر هستید، و اینکه هرچی از جنس این در واقع رنج سنی و این میانگین سنی باشید بیشتر موفق میشید، به خاطر اینکه اون رنج سنی شما رو راحت تر میپذیره، که در مورد من خب کمتر اتفاق میفته به خاطر اینکه من توی این رنج سنی نیستم. مرسی که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید. ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید. بچه دوتا ویدیو آخر این ویدیو هم گذاشتم که اگر دوست داشتید میتونید اونا رو ببینید، و اینکه در نهایت خدا نگهدار.